الله، دشمن در هزار چنان بود نمیدونم چی اندر سوراخ، اگر بعد در او بنشی و روزگار بسیار بری هم نتوانی بیرون آورم، و اگر دست باز داری تو را زیان ندارد. پیغمبر گفت راست گویی. پس دیگر روز عمر را بفرمود که لشکر بردارد، و عمر لشکر برداشت و پیغمبر از طائف بازگشت و ایشان را هم در اون حصار باز داشت. یعنی چون پیروز نشدن با خراب کردن خانه ها و مستون ها و قطع درختان خرما، که هر یکیش در این بیابان های لمی از رای سوزان یه درخت خرما برکات آسمانی برن همه را قطع کرد. و حایط های طایف همه ویران کرده بودند و همه درختان کنده بودند، و 12 مرد از لشکر پیامبر کشته شده بودند به تیر و سنگ و حسک، و 7 از قریش و 4 انصار و 1 از بنی لش. و پیغمبر لشکر بیاورد و از اونجا به جعرانه آورد، اونجا که غنیمت هنین بود برای اون که غنیمت بر یاران قسمت کند. حالا در هنین پیروز شدن، اموال اینا رو گرفتن، گفت حمله کنیم طایفی ها رو بگیریم بیچاره کنیم، تیغشون نبرید بگشن، حالا میخوام غنیمت هنین را قسمت کنند. و همه حوازن و بنی سعد گرد آمدند به حصار طایف اندر و گفتند ما را کار دراز شد. پس مالک را گفتند ما با تو چگونه باشیم که زنان و فرزندان ما به دست محمدند و اکنون ایشان را به میان یاران قسمت کند. زن و بچه‌شون اسیر کرده و برده بود، گفت آقا زن و بچه‌های ما را میره به میان یاران قسمت کند که تجاوز کنند به اینها و همه را برده کند. رسول الله من نمیدونم شما چه برداشتی میکنید از این عبارات، من که دارم خجالت میشم، ستون فقرات آدم عرق میکنه. رسول الله داره برده میکند آدم های آزاد را، کاری هم به کارش نداشته. پیش از اون که او برده کند ما همه پیش او شویم و مسلمان شویم. بیچاره بدبخت، خب زن و بچه شما را میگرفتن والا مسلمان میشونی، کاری نداشت مسلمان شونی، یک کلمه میگی تموم میشه به کارش، زن و بچه تو برده نمی. پس همه از پس پیغمبر بی آمدند و گروه مسلمان شدند و گروهی به جعرانه آمدند و گفتند که ما از فلان و فلان مسلمان شدند و که از ما فلان و فلان مسلمان شدند و دیگران همه مسلمان خواهند شدند. اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون کن که اندر خور ما بود، اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب به حسب تو سزد، و ما اندر عرب و ما را اندر عرب محل است، و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما برده کنی. مردمان آزادی بودن، برده نمی شدن. گفت آقا حق ما نیست، در حد ما نیست، تو بیا زن بچه ما رو بگیری برده کنی. و نسب و نسل ما را از زمین بکسلی، و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردن. پس از مردمان بنی سعد، از مردمان بنی سعد ابن بک برخواست نام او، بعد ببخشید، پس از مردمان بنی سعد مردی برخاست نام او زهیر ابن سرد، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام بر کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود، اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود، این سمت پدری داشت به ایشون، و به خانه حلیمه دای و پیغمبر را گفتا یا محمد ما همه خالان تو ایم و خالق و خالان و خیشان تو ایم، اگر ما اندر میان خیش ملک و روم را به ملک خزر را یا حارث ابن امیشمر القسطانی را پروردیمان یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را و ملک عرب را، ایشان بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان آن چشم داشتم داشتمانی که به جای ما نیکویی کنند و گناهان ما را عفو کنند. گفت آقا اگه ما دست غریبه ها می افتادیم این امید داشتیم که ما را عفو کنن، این نامه رو آورد که بگه آقا مقایسه بکنن عفو کنن. و تو از همه ملکان رحیم تری، و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگان را دهی؟ پیغمبر فرمود، گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ ایشان گفتن خواسته و چارپایان، همه وقت یابیم و زن و فرزند نیابیم. گفت آقا این شطور پطور اینا گیرمون میاد، لطفا این زن بچه های ما را اسیر کردین، لطفا مرحمت بفرمایید یا رسول الله. حیف شد نشد بقیه داستان رو بخوانیم خدمت شما هموطنان گرامی. این کتاب در اختیار شما همه هست، در ایران چاپ شده، اینا 1300 سال پیش نوشته شده. مورخ چون به زشتی این اعمال واقف نبوده، یعنی فکر نمی‌کرد این کارا زشته، و در اون روزگار زندگی می‌کرده که این کارا عداشه انجام می‌شده و سنت بوده، قبحی نداشته، خیلی راحت نوشته
این آقا من اینا رو برده کردیم، به اینا تجاوز کردیم، دستور اسلام بوده. این است که عرض میکنم برگردید تاریخ های قدیم رو نگاه بکنیم، به جهت این است که مورخ بدون پرده همین رو نوشته. بعدها مالکش ها آمدن در عصر جدید که فهمیدن بردگی و برده فروش چیز بدی است، مالکش ها آمدن. اونا رو بریزید دور. خب وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی و بزرگوار،